قریه نقره در 35 کیلومتری شهر هرات، جایی که باشندگان بی‌بضاعت آن پس از زمین لرزه روزهای سخت و دشوار را سپری می کنند و از بی‌توجهی مسئولان و تقسیم ناعادلانه کمک های بشردوستانه شکایت دارند. باشندگان مناطق دوردست ولایت هرات می گویند که تا اکنون از سوی هیچ نهاد خصوصی، دولتی و یا هم گروه های امدادرسان مردمی به آنان توجه لازم صورت نگرفته است تا به مشکلاتشان رسیدگی شود. خانم سپامل و میجگاهیم خیمه نداریم، غذا با ما نمیرسه، شه میشه هوا سرد، روز میشه هوا خنک، بی خود دون و نادون ما گرمیم تو پلوژه چادر را به دورمانه، کمپلا به دورمانه، همیتی به بدبختی خونه ها من تکر کرده، اصیل هم نمیریم به خونه اخبر، خیلی وز ما رودو که خیلی وزیاد ما خرابه. آنه دیگه جای او چیز ما نداریم، آنه می خیمه ها ما نمیبینیم، بیشوی میشه که ما همینجا پرتویم، نی کس بابا کمک داده، نی کس از ما بپرسیده، آنه می جگه پرتویم، این برادر ها خدمه کمک کنیم. بعد از زمین لرزه های مرگبار در غرب کشور، تعداد زیادی از خانه های مسکونی تخریب شده و شرایط زندگی را برای افراد نیازمند دشوارتر از قبل ساخته است. آنها به دلیل نداشتن سرپناه در زیر خیمه ها بدون غذای کافی و آب صحی شب و روز خود را سپری می کنند. نداشتن سرپناه، نبود امکانات صحی، نبود آب و غذای کافی سبب شده است که کودکان زیادی در این مناطق با بیماری های مختلف دچار شوند. این در حالی است که بعد از زمین لرزه های متواتر در ولایت هرات، برای حمایت از نیازمندان و آسیب دیدگان کمک های بشردوستانه زیادی از سوی نهادهای داخلی و خارجی سرازیر شد. اما گفته می شود که این کمک ها به گونه عادلانه به افراد مستحق توزیع نشده است.